اما برسیم به بحث ساسی. ساسی که توی عمان قرار بود کنسرتی رو برگزار کنه و انگار پلیسای عمان میریزن و ساسی رو میخوان دستگیر کنن و ساسی به خاطر زرنگی و اینکه مدیر برنامه‌اش بهش زود خبر میده، سریع بار و بساطش رو جمع میکنه و میزنه بیرون. اونجور که مشخص شده بود این حکم از سمت دولت ایران واسه پلیس عمان صادر شده بود که ساسی رو دستگیر کنن، اما ساسی که متوجه این خبر میشه قبل از اینکه پلیس عمان بخواد شروع کنه به تدارکات و پیدا کردن ساسی، همون لحظه ساسی بلیط برگشت خودش رو به اولین مقصدی که میتونه میگیره و از عمان خارج میشه. ساسی بعد از اینکه بهش خبر میرسه که دولت ایران قصد داره با همکاری دولت عمان اونو به ایران برگردونن، به نظر به قصد یکی از کشورهای اروپایی که گفته شده فرانسه بوده، عمان رو بلا فاصله بعد از ورودش ترک میکنه. کلن مدت حضور ساسی توی کشور عمان 20 دقیقه الا 25 دقیقه گفته شده که حضور داشته، اونم توی فرودگاه بوده و همون لحظه یک بلیت لحظه آخری میخره و به کشور فرانسه شهر لیون میره و از اونجا قصد داشته که به آمریکا برگرده. گفته شده بود که مدت ها بوده قرار بوده که این اتفاق بیفته، اما به خاطر یک سری دلایل این کار رو زودتر انجام ندادن و وقتی که فهمیدن کنسرت ساسی کی هست و کی قرار وارد بشه با تأخیر به کشور عمان اعلام میکنن. طبیعتاً کشور عمان هم نمیاد به همین سادگی فردی رو بازداشت کنه. عمان به بهشت خاورمیانه معروفه و یه جورایی خیلی کشور آزادی محسوب میشه، پس به همین راحتی ها مثل ترکیه کسی رو دیپورت نمی کنن به کشور مقصد. اما اونجوری که گفته شد ساسی الان برگشته به آمریکا و حالش خوبه و اینکه گفته شده اگه که ساسی به کشورهای مثل ترکیه، امارات، کلان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی عراقی که کنسرت توش کم برگزار میشه ورود پیدا کنه، احتمال برگشتش به ایران خیلی زیاده. کشورهای اسلامی به خاطر اینکه ساسی توی کلیپاش زیاد از حرفای مثبت 18 و حتی بازیگرای خیلی معروف و سرشناسی که حتما مثل الکسیس و بقیه دوستانی که توی ویدیوهاش حضور پیدا کردن دلیل موجهی واسه این دارن که با ایران همکاری کنن و ساسی رو برگردونن. دیشب خیلی حاشیه ها زیاد شده بود، از این میگفتن که ساسی قراره مثل تتلو به ایران دیپورت بشه، اما کسی به این توجه نکرد که خود تتلو با پای خودش به ایران برگشته، کسی اونو وادار یا به زور به ایران بر نگردوند. اما ساسی جوری که دیشب مورد هجمه و ترس قرار گرفته بود داشت بازداشت میشد و اگه کمی فقط حدوداً یک ساعت دیر بهش خبر میرسید و میرفت برای اجرای کنسرتش، احتمال اینکه ما الان ساسی رو توی تهران میدیدیم بسیار زیاد میشد. گفتنی شده بود که خیلی از خواننده های اونور آبی قصد دارن به ایران برگردن. موین به نظر اولین شخصی از خواننده های قبل از انقلاب هست که قراره به ایران برگرده. یک سری از بلیط های کنسرت موین به اشتباه فروش رفتن، یعنی یک سری افراد مثل همیشه یک سری بازار سیاه واسه خواننده ها ایجاد کردن. از ورود موین و از حاشیه دوروبر خبر برگشتن موین استفاده کردن و اولین بلیط ها رو توی کیش فروختن، جوری که انگار یک سالن رو سولد اوت فروختن و پولش رو به جیب زدن و فرار کردن. موینی که قرار بوده چند سال پیش، حدوداً 20-30 سال پیش به ایران برگرده، اما توی فرودگاه نظرش عوض میشه و بر نمیگرده. موین یک خواننده ای هست و از محدود خواننده هایی هست که کارهای سیاسی خیلی کم انجام داده و تقریبا میشه گفت پرونده سفید و سالمی داره موین. پس اینکه زوم ارشاد و طرح آشتی مردم با ملت شروعش با موین بوده باشه طبیعتا مشخص میشه که چرا و دلیل انتخاب موین چی بوده. حالا بستگی داره که موین در روزهای آینده تصمیم خودش از صفحه اینستاگرامش اعلام کنه یا اصلا شاید هیچ وقت برگشتن به ایرانو نداشته باشه. طبیعتا گفته میشه افراد زیادی مثل شادمهر و ابی یا خیلی از کسای دیگه هیچ وقت و هرگز حق ورود به ایرانو نخواهند داشت و طبیعتا خودشون هم دوست ندارن با شرایط فعلی به ایران برگردن. اما الان که تا اینجا اومدیم برسیم به یک تیکه از لایو سحر که دعواش با
دنیا دادرسان حسابی جنجالی شد و این تیکه از صحبت‌های سحر به نظر واسش ارزون تموم نمیشه. بهتره با هم دیگه این صحبت‌ها رو بشنویم. از شما گله میکنن و در مورد شما صحبت میکنن، نتیجه میگیریم که شما داری یه کاری میکنی که همه رو داری ناراحت میکنی، همه آزرده خاطر میشن و به همین دلیل میان اعتراض میکنن. چرا در مورد یکی دیگه نمیگن؟ چرا در مورد من نمیگن؟ چرا در مورد اون نفر دیگه نمیگن؟ چرا همه فقط در مورد شما میگن؟ پس شما یه کاری داری میکنی که همه ناراحتن. و طرز صحبت کردن رو دیدید، واقعا اصطلاحاتی که به کار می برد ایشون رو دیدید. در مورد این داستانی که ایشون میگن اولین کنسرت زندگیشون رو با من گذاشتم و من با ایشون خیلی بدرفتاری کردم، به ایشون ظلم کردم، ایشون رو زجر دادم، یک این که واقعا حقیقت نداره، اون خدایی که اعتقاد دارم حقیقت نداره. و ایشون اینطوری صحبت میکنن که افکار عمومی رو نسبت به من خراب کنن و برای خودشون ترحم بخرن. من در مورد این کنسرت بعد اینو توضیح بدم که من اصلا تمایل نداشتم با این خانم کنسرت برم. با من تماس گرفتن، گفتن که برای کنسرت استانبول بعد شما بیاید. من قبول کردم. بعد به من گفتن باید با خانم دنیا دادرستان بیای برنامه رو اجرا کنی. من گفتم نه، من با ایشون نمیخونم. و به من گفتن، تلفن قطع شد، دوباره تماس گرفتن، گفتن اگر کنسرت گذار گفته اگر با ایشون روی استیج نری شما رو از تو برنامه حذف میکنیم و کسی دیگر رو به جای شما میذاریم. واقعیتش توی اون برهه زمانی من نیاز به پول اون کنسرت داشتم، قبول کردم و رفتم. من کلن توی کل زندگیم 3 بار بیشتر این خانم رو ندیدم. دفعه اول روزی بود که ما رسیدیم ترکیه، من این خانم رو با خواهرم بودن، تولد من بود، برام کیک گرفته بودن منیجرم و دوستان. و اینکه خانم دنیا از من و خواهرم عکاسی کرد، چطور ما به شما ظلم کردیم، شما از ما عکس گرفتیم. بعد از اون فرداش ما ایشون رو دیدیم که سر سانچک بود. بچه هایی که نمیدونن سانچک چیه، بعد توضیح بدم که زمانی که برای کنسرت میخوایم بریم، میریم صدا رو چک میکنیم که صداها منظم باشه، همه چی روتین باشه، نوازنده ها خواننده همه چی با هم هماهنگ باشه. وقتی من وارد سالن شدم همراه دوستانم، خواهرم و منیجرم، خانم دنیا داشتن سانچک میکردن. بعد من دستم یه غذا بود، رفتیم راستادیم اونجا که منتظرش نوبت ما بشه. منیجرم به من گفت دنیا گرسنه‌شه، غذا نخورده، میشه از غذات بهش بدی؟ من غذامو با ایشون تقسیم کردم. این اولین سخاوت من، مهربونی من، و نشون میده که من با این خانم مشکل ندارم. قسمت دوم اومدن به من گفتن دنیا نوازنده هاش کامل نیستن، ما بعد اگر اجازه بدید از نوازنده های شما استفاده بکنیم. من اجازه دادم نوازنده های من برای شما ساز بزنن. خب این هم دومین لطف من به شما. بعد من سانچک